امروز قراره که من کارشناس پانسیون با خانم ساسانفر یه کوچولو گپ بزنیم ببینیم تو پانسیون چه خبره. بخاطر نمیم که 1000 تا سابسکرایب گرفتیم. ان شاء الله. نه واقعا؟ چرا من نگفتی؟ چرا؟ قبول بگی. 1000 تا سابسکرایب. آره. خب 983 تا این من. خب باشه. تو این فیلم بایدید بزنید. باش. آره هنو نشد. خان غلامی جان خیلی شخصیت محبوبی بودن. چکرم تو. و طرفدارای خاص خودش رو قربانشون خجالت هم پیدا دادم میرم دارم آب میشم تازه زیاد تو یوتیوب خیلی نمیشناسن آره میشناسن حتما یه دونه شورت رو گذاشته بودیم از شورت یوتیوب بله معروف بود شورت یوتیوب خب گذاشته بودیم از بعد گفته بودی که من نمیدونستم واقعا 40 کا ویو بیارم مثلا یه استوری آره. همه شخصه شما رفته بودم مثلا بچه ها مرغ بخرم بعد تو خیابون یا یکی سر کرد خم بودمی خیلی سوسکو برگشم گفتم یا اول فرد گرفتنم گفتم جانم یه خانمه خیلی محترم اون شخص بودم و شما تو کلینیک که همین چه کار میکنین گفتم بله گفت استوریاتون رو میبینم خونه گفتم قربون شما زنده باشین بعد هیچی دیگه این کارهای شما ما تو خیابون بعد مردم ها رو ببینم معروفیت چلسی داره خانم غلامی 40,000 نفر دارن میبینن تو 40,000 نفر خدای اگه استوری من انقدر ویو بخوره که من کلا میندازم ویو گرفتم تو استوری اینا بعد از اون که شما هنوز به 1000 تا سابسکرایب نرسین چجوری 40,000 تا ویو مثلا کامنت تو اینا زیرش بود من دارم که خب این اصلا همچین رکوردی رو خانم غلامی توی اینستاگرام قربان شما و البته خانم غلامی همه ویدیوهایی که ما ازش می‌ذاریم توی اینستاگرام خدا شد ویو خورش بالاه دیگه به هر حال لطفیه که خداوند به من داده بعد رکوردای 140 کا ویو 200 کا ویو و توی به خدا دارم اینجا قرمز میشه درست آرایش ندارم ولی الان خجالت دارم قرمز میشه بچه دارم خراب میشه خب اونو کاش قطع کنیم پر نشه من از همه اینا یه چیزی در میارم خاک پسر اکی من هم باش خوب کلا چیزی محبوبی قربان شما زنده باشی همین داریم ویدیو اول با شما خوب این اولین لانگ ویدیویه که ما داریم میگیریم برای یوتیوبمون به مناسبت 1000 تایی شدنمون من میدید منتظر چیم؟ منتظر اون روزی هم که حالا یا تو یوتیوب یا توی انستا خانم مریم امجلالی عزیز بیاد اون توی کامنت بذاره چون همه به من میگه شبیه مونید راست میگی اصلا فاقری تو گوشیش اسم منو صف کرده امیر جلالی گوجه هم باقری گوشیتون دستتونه؟ میشه چک کنیم ببینیم واقعا خانم غلامی و امیر جلالی گوجه صف کرده یا نه چی چیز خواهد؟ اسی؟ گوجه دست شما درنگا مچکر حالا گوجه هم داستان داره اون گوجه هم داستان داره من بعدا براتون میگم ولی من به امید اون روز میام میام تا اون روزی که ایشون بیاد اون زیر کامنت بذاره خب مثلا که چی؟ یعنی واقعا شما ترسیدین از این مثلا این فکر کرد من الان اینجا سکته میکنم ما از این بیدا نیستیم که از این بادا بترسیم ما قدیمی هستیم قربونت برم آره و اینکه یه سری از مشتریای پانسیون هم که بیبیچونن اونم ایشاله این ویدیو رو ببینن ببینم با چه سختی و زحمت فراوانی داریم پول در میاریم خدا بارم لطفا بیایی تصمیماتون برو خدا نکنید نکنید این کارو من که پیداتون میکنم از این کره خاکی که باشید من که میام در خونتون سر کوچه‌تون من نکنید مشکل اینه که توی پانسیون فضیلت افتاده روی دوشه بانو غلامی بانو غلامی دقیقا امیر جلالی و میاد و پیگیری میکنه تا تهش میاد میدونی فشار روانی واقعا جد میگم اینه که فشار روانی که تو پانسیون اصلا هست انقدر زیاده میای بود احساسی رو بگیری از اون ور بوم میافتی میای بود مالی رو بگیری از این ور بوم میافتی ولی دیگه الان ماشاءالله انقدر بالا سرم آوردن به لطف بعضیا دیگه الان تعادل خودم رو سعی میکنم حفظ کنم آره واقعا پانسیون اینجوریه پانسیون نمیشه اون هم اون واقعا هم که به من چیز گفت بذار من یه دقیقه اینو بذارم سکتون بگیره ولی موقعی که به منم گفتن در مورد همین قضیه پانسیون گفتم واقعا این تفکیک بینش دادن خیلی سخت تو که همش رد شدی
کمک کن واقعا بذار تو مدت بدم ذوقی قهر نکن نوبت تو میشه دیگه تموم شد دیگه منو نمیبینی بفهم شما بچه دیگه ما که این افتاد ذوقی رفت اومد لباس خاصا سفر که چه ذوقی از پشت صحنه منو گرفتی اینجوری این میاد حرف میزنه هنه اوکی معلومه به زوری روستانه سرم کردن شما هر جور حساب کنی از من خیلی بهتر خواهم سرمت خود چطور میگم دلم صاف میشید بعد نمیتونم من کمرم زیر بار فشار پانسیون شکسته دیگه میشینم مورد فشار پانسیون رو بگم کلا پانسیون مرز باریکیه بین این که بودن یا نبودن بودن یا نبودن پس از اینه ببین وقتی کسی میره مسافرت واقعا هزار تا فکر میکنه در مورد پتش که به شما سپرده شما هم باید اون ارتباطات فیار برقرار کنید اصلا نمیتونم آخه ببینید بس چیه من خودم پت دارم بعد واقعا بچه هم که من اینجا یه جوری واقعا تو اون بازه که ما باشیم توش هم بچه من دارم مرد حرف بیزارم همه شد دارم چیه واقعا چون باشون ارتباط میگیرم نمیتونم با مامان باباشون بعد اخلاق باشم خوب بودن چه گناهی کردن آره واقعا ولی اذیتم میکنن دیگه ناراحتم از دست نه خب راست میگی ولی خب بحث این قضیه به نظر من مادی خیلی داستان میشه حالا کلا اصلا ما اومده بودیم الان داشتیم با حرف زدن در مورد داستان هاریه برای خام جاوید میگفتش آره. که خیلی خوبه تلفن میز شد الان زلزله بیاد خواهم جا بگوندش که این داستان هاریه که تعریف کردی خیلی بیوخورش ملسته بود فلانه اینا اون داستان هاریه اینجور بود که اون روز یعنی اصلا بحثش واسه این پیش اومد که یک کیس مشکوک اومده بود اینجا و بعد جاویدی اومد برای من تعریف کرد گفتم که آقا این خیلی حس بدیه